سکر و تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش نوشته هاروکی موراکامی ترجمه امیر مهدی حقیقت با صدای هلیا مقصودی قسمت ششم دوباره نشستند سر میز روبروی هم و به نوبت حرفهای دل خود را گفتند. چیزهایی را به زبان آوردند که سالهای سال به زبان نیاورده بودند. چیزهایی را که در عمق پستوی روحشان نگه داشته بودند. یکی سرپوش قلبش را بر می داشت، در خاطراتش را باز می کرد و احساسات صادقانش را بیرون می ریخت و آن یکی تمام مدت، فقط در سکوت گوش میداد. اول اری حرف زد. آخرش یوزو رو ول کردم. مجبور شدم ازش فرار کنم. میخواستم هرقدر میتونم از هر چیزی که به جونش افتاده بود دور بشم. برای همین بود که رو آوردم به سفالگری با ادوارد ازدواج کردم و به فندلاند اومدم. طبیعتا برای چنین چیزی برنامه نریخته بودم اینطوری پیش اومد. یه جورایی احساس می کردم با این کارا دیگه لازم نیست مدام هوای یوزو رو داشته باشم. یوزو رو از هر آدم دیگه بیشتر دوست داشتم. یوزو برای من مثل خود دیگرم بود. برای همین دلم میخواست تا میتونم کمکش کنم. ولی خسته شده بودم. اون همه مدت تر و خشک کردنش فرسودم کرده بود. هر قطر هم زور زده بودم نتونسته بودم جلوشو بگیرم که از واقعیت فاصله نگیره برای من وحشتناک بود اگر توی ناگویا موندگار شده بودم فکر می کنم خودمم کم کم می زد به سرم. نمی دونم. شایدم فقط دارم توجیه می تراشم. نه. تو فقط داری احساس تو میگی. این با توجیه فرق میکنه کنه. اری لبش را گزید. ولی به هر حال این واقعیت همچنان سر جای خودش هست که من یوزو رو ول کردم. یوزو هم تنهایی رفت هاماماتسو و کشته شد. چه گردن قشنگ و کشیده ای داشت یادت میاد. قشنگ ترین و کشیده ترین گردن دنیا. مثل گردن یه پرنده خوشگل. گردنی که خیلی ساده میشکست. اگه توی ژاپن مونده بودم شاید این بلا هیچ وقت سرش نمی اومد. هیچ وقت بهش اجازه نمیدادم تک و تنها بلنشه بره به شهری که نمی شناسه. شاید. ولی اگه اون موقع هم این اتفاق نمی افتاد باز ممکن بود یه وقت دیگه یه جای دیگه بیفته. تو که سرپرست یوزو نبودی. نمیتونستی که هر روز لحظه به لحظه چشم ازش بر نداری. زندگی خودتو داشتی. هر کاری از دستت برمیومد براش کرده بودی. اری سر تکان داد که نه. منم به خودم همینو میگفتم نمیدونم چند بار. ولی فایده نداشت. یک طرف وجودم میخواست ازش دور بشم. میخواست هوای خودم رو داشته باشم. نمیتونم زیرش بزنم. یوزو چه نجات پیدا میکرد چه نمیکرد. من مجبور بودم با های خودم کلنجار برم. این وسط تو رو هم از دست داده بودم. با اولویت دادن به گرفتاری های یوزو مجبور شده بودم سکر و تازاکی رو هم که هیچ خطایی ازش سر نزده بود ول کنم. بعد جوری رنجونده بودمت. اونم فقط چون با اون موقعیت و اون جوری که من می دیدم جفت و جور شده بود. با اینکه اون همه عاشقت بودم. سکرو چیزی نگفت. اری ادامه داد. ولی این همه داستان نیست. راستشو بخوای فقط به خاطر یوزو نبود که تو رو کنار گذاشتم. این یه توجیه سطحیه. این کارو کردم چون بزدل بودم. آدمی بودم که اصلا اعتماد به نفس نداشت. شک نداشتم هرقدر هم دوستت داشته باشم تو هیچ وقت این احساس رو به من نداری نداری نه بعدن پیدا می کنی. شک نداشتم که عاشق زویی. برای همین بود که تونستم اونطور بیرحمانه تو رو کنار بندازم این کارو کردم که رشته عشقم و بهت پاره کنم اگر به جای این غرور احمقانه فقط یک کم بیشتر اعتماد به نفس و جرأت داشتم هر مشکلی هم که پیش اومده بود هیچ وقت اینطوری ولت نمی کردم. ولی اون موقع یک درد و مرز این بود میدونم که کار وحشتناکی کردم بابتش هم واقعا متاسفم سکوت شد بالاخره اری گفت باید خیلی وقت پیش ازت معذرت میخواستم خودم خوب میدونم ولی نتونستم زیادی شرمنده بودم از خودم آرم میومد سکرو گفت دیگه لازم نیست نگران من باشی. من از اون بحران جون به در بردم. شبانه تنها وسط دریا شنا کردم. هر کدوم از ما برای اینکه جون به در ببریم کاری رو کردیم که مجبور بودیم. دلم به من میگه که اون موقع حتی اگه تصمیم های دیگه هم گرفته بودیم حتی اگه به انتخاب خودمون کارای دیگه ای کرده بودیم ممکن بود بازم کم و بیش آخرش همین جایی باشیم که الان هستیم اری لبش را گزید و به این حرف فکر کرد بعد از مدتی گفت یه چیزی رو به من میگی؟ اگه اون روزا همینجوری یه ها اومده بودم بهت گفته بودم دوست دارم با من قرار میذاشتی بریم بیرون؟ سکرو گفت حتی اگه تو چشمام زل میزدی و میگفتیم باز احتمالا باورم نمیشد چرا؟ اصلا رو هم نمی کردم که کسی بگه دوستم داره یا بخواد دوست دخترم باشه. ولی تو آدم مهربون و باحال و توداری بودی از همون موقع هم راه خودتو تو زندگی پیدا کرده بودی تازه خوش قیافه هم بودی سکرو سرتکان داد نه قیافه من که خیلی یخ و بیمزد است هیچ وقت قیافم و دوست نداشتم اری لبخند زد شایدم راست میگی شاید واقعا هم قیافت خیلی یخ و بیمرز است ایراد از من بوده ولی لاقل برای یک دختر 16 ساله احمق به اندازه کافی خوش قیافه بودی من خیال بافی میکردم و پیش خودم میگفتم چه معرکه میشه دوست پسری مثل تو داشته باشم اما شخصیتم هم همچین تعریفی نداره هر آدم زندهی شخصیت داره. فقط شخصیت بعضی از آدما بیشتر از بقیه توی چشه. خب نگفتی؟ چی جواب میدادی؟ میذاشتی من دوست دخترت باشم؟ پس چی که میذاشتم؟ من واقعا از تو خوشم میومد. واقعا جذبت بودم. یه جوری که فرق داشت با جوری که جذب یوزو بودم. اگه اون روزا به من می گفتی چه احساسی داری معلومه که پیش خودم می گفتم چی از این بهتر که تو دوست دخترم باشی؟ فکر کنم اتفاقاً با هم خیلی هم خوشحال می بودی. سکرو فکر کرد احتمالاً دوستهای خیلی یک دلی می شدند و زندگی عاشقانه پرباری را سپری می کردند. با هم خیلی چیزهای مشترک داشتند. در نگاه اول شخصیتهایشان با هم خیلی فرق داشت. سکرو در اون و کم حرف بود، اری اجتماعی و پر حرف. ولی هر دو این شوق را داشتند که با دست خود چیزی بسازند. چیزهای مفید و ارزشمند. با این حال حس می کرد احتمال داشت عمر این دوستی گرم کوتاه باشد. ممکن بود شکافی اجتناب ناپذیر بیفتد بین چیزهایی که او از زندگی می خواست با چیزهایی که اری از زندگی می خواست. و روز به روز هم این شکاف عمیق تر شود. آن سالها هر دو نوجوان بودند و هنوز در حال کشف راه های خودشان. سرانجام هم به دو راهی می رسیدند و هر کس به راه خودش می رفت. بدون دعوا، بدون رنجاندن همدیگر، طبیعی و در کمال آرامش. سکورو پیش خودش فکر کرد که آخرش هم واقعا همین جوری شد. مگر نه؟ خودش که به توکیو رفت و سرش گرم ساخت و ساز ایسگاه های قطار شد. اری هم با ادوارد ازدواج کرد و به فندلاند آمد. عجیب نمیشد اگر قصه آنطوری پیش میرفت. به کلی ممکن بود و شاید برای هیچ کدامشان هم تجربه منفی از کار در نمی آمد. حتی اگر دیگر عاشق هم دیگر هم نمی ماندند، همچنان دوستان خوبی برای هم باقی می ماندند. با این حال، در واقعیت، هیچ کدام این اتفاقها نیفتاده بود. در واقعیت اتفاق خیلی متفاوتی افتاده بود و حالا مهمترین چیز همین بود. اری گفت خوشحالم اینو میگی حتی اگه راستشو نمیگی. راست میگم سر چنین چیزی شوخی ندارم. به نظرم روزای فوقلادهی رو با هم میگذروندیم و متاسفم که اینجوری نشد. واقعا متاسفم اری لبخند زد بی هیچ نشانه ای از ریش خند سکرو یاد خوابهای متعددی افتاد که با این دو داشت یاد اینکه همیشه با هم بودند ولی او همیشه سرانجام با شیرو بود نمیدانست چقدر مهم است ولی میدانست که نمیتواند برای اری تعریف کند هرقدر هم سفره دلت را برای آدمی باز کنی هنوز چیزهایی هست که نمی شود فاش کرد وقتی به این خواب فکر کرد و پافشاری های یوزو برای اینکه او بهش تجاوز کرده و اصرارش که بچه او را در شکم دارد فهمید که نمیتواند آن را به این هوا که قصه ای ساختگی است پس بزند یا بپرسد اصلا حرف حساب یوزو چیست ممکن بود که سر تا سرش خواب و خیال بوده باشد ولی همچنان نمیتوانست از این احساس بگریزد که خود او سکرو مسئول بوده ولی به طرزی که نمیشد تعریف کرد و نه فقط مسئول تعرض که مسئول قتلش هم ممکن بود در آن شب بارانی ماه مه چیزی درون سکرو چیزی که برای خودش هم ناشناخته بود دزدکی به هاماماتسو رفته باشد و آن گردن نازک دوست داشتنی را گرفته باشد و خفش کرده باشد. میتوانست خودش را ببیند که به در آپارتمان او تقه میزند در خیال میگوید میذاری بیام تو. حرفی است که باید بهت بزنم. پالتوی مشکیش خیس شده. بوی باران سنگین شبانه در هوای دوروبرش معلق است. یوزو میپرسد سوکورو سوکورو میگوید باید درباره یه چیزی باهات حرف بزنم خیلی مهمه برای همینه که اومدم هاماماتسو زیاد طول نمیکشه لطفا در رو باز کن همچنان رو به در بسته حرف میزند متاسفم که اینطوری پیدام شد بدون اینکه زنگ بزنم و خبر بدم ولی اگه قبلش باهات تماس میگرفتم ممکن بود حاضر نشی منو ببینی یوزو این پا آن پا میکند بعد یواش زنجیر قفل را سر می دهد بیرون. دست راست سکرو کمربند توی جیبش را سفت چسبیده. سکرو اخم کرد. چرا مجبور بود چنین صحنه وحشتناکی را مجسم کند؟ و اصلا چرا باید او باشد که یوزو را خفه کند؟ طبعا هیچ دلیلی نبود که دست به این کار بزند. سکرو هیچ وقت هرگز نخواسته بود کسی را بکشد. ولی شاید به شکلی کاملا نمادین خواسته بود یوزو را بکشد. خود سوکرو اصلا خبر نداشت ته قلبش چقدر سیاه است. میدانست که ته قلب یوزو هم سیاهی عمیقی خانه کرده و ممکن بود جایی در آن اعماق سیاهی های دل یوزو و سکرو به همراه پیدا کرده باشند و شاید یوزو دقیقا دلش خواسته بود که خفه بشود شاید سکرو در سیاهی درامیخده ی هر دویشان این میل و شوق را حس کرده بود اری پرسید به یوزو فکر میکنی؟ سکرو گفت من همیشه خودم و قربانی دیده بودم آدمی که بی هیچ دلیلی مجبور شده بی رحمان زجر بکشه. کسی با احساسات عمیقا زخم خورده با زندگی خارج شده از ریل. راستشو بگم. گاهی از هر چهارتای شما متنفر می شدم. میموندم با این سوال که چرا فقط من مجبور شدم چنین تجربه نحسی داشته باشم. بلی شاید این طوری نبوده. شاید من قربانی صرف هم نبودم. شاید منم بی اینکه خودم بدونم آدمای های دوروبرم رو رنجوندم. و در ضد حمله ها باز خودم رو زخمی تر کردم. اری چیزی نمی گفت و خیر خیره نگاهش می کرد. سکرو صادقانه گفت اصلا شاید من یوزو رو کشتم شاید خود من بودم که اون شب در آپارتمانش رو زدم اری گفت از یه نظر آره از یه نظر منم یوزو رو کشتم شاید من بودم که اون شب در آپارتمانش رو زدم سکرو به نیم رخ اری که نیم رخ برونزه خوشایندی بود نگاه کرد. همیشه از دماغ مختصر سربالای اری خوشش می آمد. هر کدوم از ما باید با این بار سر کنه. باد لحظه ای فرو نشسته بود و حالا پرده سفید پنجره تکان نمیخورد. قایق هم دیگر به اسکله نمیکوبید. سکرو فقط صدای پرنده ها را میشنید که جوری میخواندند که تا به حال نشنیده بود. اری مدتی به صدای پرنده ها گوش کرد. سنجاق سرش را برداشت و دوباره به موهایش زد و نوک انگشت ها را به نرمی به پیشانیش فشار داد. پرسید درباره کار آکا چی فکر می کنی؟ حالا انگار وزنی برداشته شده باشد زمان کمکی سبکتر می گذشت. سکرو گفت نمیدونم دنیایی که توش زندگی میکنه از دنیای من خیلی دور و متفاوته. سخته بخوام بگم خوبه یا بد اما من اصلا از کاری که میکنه خوشم نمیاد ولی معنیش این نیست که میتونم رابطم و باهاش قطع کنم آکا یکی از صمیمیترین دوستان بوده همین حالاشم هم هنوز یک دوست خوبه میبینمش گیرم هفش سال میشه که ندیدمش اری باز به موهایش دست کشید. آکا هر سال پول زیادی به مرکز کاتولیک کمک میکنه. همون مرکزی که مدرسه ای رو که ما توش کار داوطلبی میکردیم اداره میکنه. بابت کمکش خیلی ممنون هستن چون امورات مدرسه خیلی به سختی میگذره. ولی هیچکس از کمکاش خبر نداره. آکا اصرار داره که کسی نشناسدش. شاید جز مسئولان مدرسه من تنها کسی باشم که از این کمک ها خبر داره. خیلی هم تصادفی فهمیدم. میدونی سکرو آکا آدم قالتاقی نیست. میخوام اینو درک کنی. فقط ادای قالتاقی رو در میاره همین. نمیدونم چرا. شاید مجبوره سکر سر تکان داد اری ادامه داد آوم هم همینجور هنوز قلب بیشیل پیله داره فقط مسئله اینجاست که دووم آوردن توی دنیای واقعی سخته اونا از خیلی ها موفق تر بودن توی زمینه های خیلی متفاوت از هم خیلی سخت و صادقانه زحمت کشیدن. میخوام بگم بودن ما با هم علکی نبود و هدر نرفت. اونجوری که با هم بودیم اون جمعی که داشتیم بیخود و بی جهت نگذشت. واقعا اینجوری فکر میکنم. با اینکه چند سال کوتاه هم بیشتر نبود. اری صورتش را توی دستهایش گرفت مدتی ساکت ماند بعد سر بلند کرد و پی حرفش را گرفت ما جون به در بردیم هم تو هم من اونایی هم که جون سالم به در میبرند یه وظیفه ای دارن وظیفه ما اینه که همه زورمون رو بزنیم که به زندگی ادامه بدیم. حتی اگر زندگیامون بی عیب و ایرادم نباشه. بیشتر این کاری که از دست من برمیاد اینه که همچنان ایستگاه قطار بسازم. خوبه. همینجور باید ادامه بدی. مطمئنم ایستگاه های درجه یک و امنی میسازی که مردم استفاده میکنن و لذتشو میبرن. امیدوارم همین جور باشه. اجازه نداریم این کار رو بکنیم ولی من هر وقت ناظر پروژه یک ایستگاه هم کار که تموم شد همیشه اسمم و یک جایی توی ایستگاه میذارم. با میخ روی یه تیک سیمان خیس اسمم رو میکنم و تازاکی یه جایی که توی دید نباشه اری خندید پس یعنی بعد از رفتنتم ایسگاه های آلیت میمونن درست مثل من که حرف اول اسم و فامیلم و پشت ظرفام مینویسم سکرو سرش را بلند کرد و به اری نگاه کرد. اشکالی نداره از دوستم حرف بزنم. اری گفت اصلا لبخند جذابی به لبهایش نشست. خیلی دوست دارم درباره این دوست عاقل بزرگتر از خودت همه چیزو بشنوم. سوکورو از سارا برایش گفت. از اینکه از همان اولین دیدار برایش جذاب بوده و از اینکه سومین بار که همدیگر را دیده بودند او را به آپارتمانش دعوت کرده. از اینکه سارا خواسته بود همه چیز را درباره جمع دوستان او در ناگویا بداند. از اینکه آخرین بار که سارا را دیده بود نتوانسته بود کاری بکند. سکرو همه چیز را برای اری گفت و چیزی را پنهان نکرد. تعریف کرد که سارا مجبورش کرده که دوستان قدیمیش در ناگویا را ببیند و به فندلاند بیاید. سارا گفته بود تا این کار را نکند هیچ وقت از بار احساساتی که همیشه دنبال خودش می کشد خلاص نمی شود. سکرو حس می کرد عاشق ساراست و دوست دارد با او ازدواج کند شاید اولین بار بود که کسی را اینقدر زیاد دوست می داشت ولی ظاهرا سارا دوست دیگری داشت که از خودش بزرگتر بود آن روز که دیده بود با مردی در خیابان راه می رود سارا خیلی سرخوش و سرحال بود و سکرو شک داشت خودش هیچ وقت بتواند سارا را اینقدر خوشحال کند. اری با دقت گوش می کرد و وسط حرف سکرو نمی پرید. حرف سکرو که تمام شد اری حرف زد. یه چیزی رو میدونی سکرو باید ولش نکنی مهم نیست چطوری باور دارم که میگم اگه الان بذاری بره ممکنه دیگه هیچ کسی رو تو زندگیت پیدا نکنی ولی من اعتماد به نفس ندارم چرا؟ چون که نمیدونم کیم هیچ شخصیتی ندارم هیچ رنگ تابانی ندارم چیزی برای ارزه ندارم همیشه مشکلم همین بوده خودمو یه ظرف خالی میبینم فکر کنم به عنوان ظرف شکل و قالب دارم ولی توش هیچی نیست خودم و آدم سارا نمی بینم فکر می کنم هرچی بیشتر میگذره و هر قدر سارا از من بیشتر میدونه سرخورده تر میشه و مسمم تر که ازم فاصله بگیره باید پردل و جرأت باشی به خودت مطمئن باش میخوام بگم مگه من قبلا عاشقت نبودم یه زمانی حاضر بودم برای همیشه پیشت بمونم حاضر بودم هر کاری میخواستی بکنم یه زن راستکی خونگرم یه زمانی به تو چنان حس و حال آتشینی داشت تو اینقدر قیمتی هستی خالی هم نیستی اصلا و ابدا ممنونم که اینو میگی واقعا لطف داری ولی این مال اون وقتا بود حالا چی؟ من سی و سالمه ولی وقتی فکر میکنم کی هستم گیج میشم یا بهتر بگم گیجتر از قدیم ها میشم نمیفهمم چی کار باید بکنم تا حالا هیچ وقت هیچ کس دیگری رو اینجور عمیق دوست نداشتم اصلا فرض کنیم که تو واقعا هم یه ظرف خالی هستی. خب که چی؟ ایرادش کجاست؟ به هر حال هنوزم یه ظرف فوقلاده و جذابی؟ در زم اصلا به من بگو کی میدونه که کی هست؟ پس چرا یه ظرف خیلی قشنگ نباشیم؟ از اون ظرفهایی که آدما احساس خوبی بهشون دارن. از اون ظرفایی که آدما دلشون میخواد چیزای قیمتیشون رو توش بذارن. سوکورو میفهمید اری میخواهد چه بگوید. ولی اینکه این, این حرفها درباره خود سوکورو هم صادق بود یا نه سوال دیگری بود. اری گفت: « وقتی برگشتی توکیو همه چیزو بهش بگو رو راستی همیشه بهترین راهه ولی بهش نگو که با یه مرد دیگه دیدیش اینو پیش خودت نگه دار یه چیزایی هست که زنا نمیخوان بقیه ببینن جز این یک مورد هر احساسی داری بهش بگو میترسم اری میترسم اگر یک کار اشتباه کنم یا یک حرف اشتباه بزنم میترسم همه چیزو خراب کنم و رابطمون برای همیشه به باد بره اری آهسته سرتکان تکان داد اینم فرقی با ایستگاه سازی نداره اگه یه چیزی به قدر کافی مهم باشه یه اشتباه کوچیک به کلی خرابش نمیکنه یا از بین نمی بردش. آره شاید بی ای با ایراد عذاب در نیاد. ولی قدم اول اینه که واقعا پروژه ساخت ایستگاه و کلید بزنی. مگه نه؟ وگرنه هیچ قطاری اونجا وای نمیسته. اون وقت تو هم نمیتونی کسی رو که این همه برات اهمیت داره توی ایستگاه ملاقات کنی. اگه ایرادی هم پیدا کردی میتونی بعدن برطرفش کنی. اول از همه ایستگاه و بساز. یه ایستگاه مخصوص خودش و خودش. یه ایستگاهی که دل همه قطارا بخواد توش نگه دارن حتی اگه هیچ دلیلی هم نداشته باشن. یک چنین ایستگاهی رو تصور کن. بعد بهش رنگ و شکل واقعی بده اسم تو هم با میخ روی هاش بنویس و زندش کن میدونم که قدرتش رو داری فراموش نکن تو کسی بودی که شبونه وسط دریای سیاه یخبندون شنا کردی اری از او خواست برای شام بماند اینجا قزلاله های بزرگ تازه می گیرن. ما فقط با یکم سبزیجات توی مایتاب سرخشون می ولی بازم مزهشون عالی در میاد واقعا دوست داریم بمونی و با ما غذا بخوری ممنون بهتر دیگه برگردم میخوام تا هوا هنوز روشنه برسم هلسینکی اری خندید. تا هوا هنوز روشنه؟ اینجا تابستون فندلانده. تقریبا همه شب هوا روشنه. سکرو به تاکید گفت میدونم ولی به هر حال. اری حال او را درک کرد. ممنون که این همه راه اومدی که منو ببینی. نمیتونم بگم چقدر خوشحال شدم که تونستیم اینطوری با هم حرف بزنیم. واقعا حس میکنم یه بار سنگین از روی دلم برداشته شده. یه چیزی که مدام آزارم میداد. نمیگم که همه چیزو حل کرد ولی یک نفس خیلی راحت کشیدم. سکرو گفت منم همین حالو دارم. حرف زدن با تو خیلی کمک کرد. خوشحالم که شوهر و دختراتم دیدم و دیدم اینجا چجوری زندگی میکنی خودش به کل این سفر میارزید از کلبه بیرون آمدند و رفتند سمت فولکس واگن گلف آهسته حساب شده انگار اهمیت هر قدم را سبک سنگین کنند. بار دیگر همدیگر را بغل کردند این بار اری گریه نکرد سوکورو لبخند ملایم او را روی گردن خودش حس کرد و نفسهای گرمش را که سرشار بود از سرزندگی برای ادامه دادن زندگی انگشت های ایری بر پشتش پرزور و واقعی بودند. سکرو ناگهان یاد سوقاتی های افتاد که از ژاپن برای ایری و دخترهایش آورده بود. سوقاتی ها را از کیف دوشی توی ماشین درآورد و داد دست ایری. یک سنجاق سر از چوب شمشاد برای اری و کتاب های مصور ژاپنی برای بچه ها. ممنون سکرو، اصلا عوض نشدی، همیشه خیلی با محبت بودی. قابلی نداره. یاد شبی افتاد که این سوقاتی ها را خریده بود و سارا را قدم زنان با آن مرد دیده بود. اگر به سرش نزده بود سوقاتی بخرد هیچ وقت آن صحنه را نمیدید. وقت خداحافظی اری گفت سکر و تازکی خداحافظ سفر خوبی داشته باشی مواظب باش گرفتار دیو و پری نشی دیو و پری؟ اری چشمها را باریک کرد و لبها را با شیطنت مثل آن قدیمها کچ کرد. این یه زربون مسئله که ما اینجا زیاد میگیم. مواظب باش گرفتار دیو و پری نشی. جک و جونورایی که از قدیم ندیم توی این جنگلا زندگی میکنن. سکر رو خندید. آهان مواظبم. اری گفت اگه شد به آو و آکا هم خبر بده که من اینجا حال و روزم خوبه. حتما. فکر کنم یه بار باید بری ببینیشون. یا دوره هم جمع بشین. ستایی. به خاطر خودت. به خاطر اونا. موافقم. فکر بدی نیست. برای منم خوبه. با اینکه نمیتونم باهاتون باشم. وقتی همه چیز رو برا شد حتما این کار رو میکنم به خاطر تو هم که شده ولی عجیبه نه؟ چی عجیبه؟ اون دوران درخشان توی زندگی های ما گذشته و دیگه هیچ وقت بر نمی گرده. اون همه امکان و راه های قشنگی که اون روزا پیش پامون بود توی گذر زمان دود شد و رفت سکرو ساکت سرتکان داد فکر کرد باید چیزی بگوید ولی حرفی به ذهنش نیامد اری خیره به دریاچه گفت زمستون اینجا واقعا طولانیه صدایش جوری بود انگار با خودش در دور دست ها حرف میزد. شباش خیلی درازه. انگار هیچ وقت تموم نمیشه. همه چیز یخ میزنه، یخ مطلق. انگار بهار هیچ وقت قرار نیست سر برسه. اون وقت هزار جور فکر و خیال تیره و تار میاد سراغم هر قدم زور بزنم دورو برشون نرم فایده ای نداره همچنان هیچ حرفی به ذهن سکرو نمی رسید. سکرو در سکوت نگاه خیره او به سطح دریاچه را دنبال کرد. حرفهای سکرو حرفهایی که باید میگفت خیلی بدتر به ذهنش آمد بعد از اینکه سوار هواپیمای هلسینکی توکیو شد و کمربند صندلیاش را بست انگار حرفهای درست همیشه دیر میآمد سوکرو سویچ را چرخاند و استارت زد موتور گلف چهار سیلندر از چرتش بیدار شد و آهسته با ریتمی ثابت به کار افتاد. اری گفت خداحافظ خوش باشی. حواستم باشه که سارا رو ول نکنی. واقعا لازمش داری. سعی میکنم. سکرو یه چیز دیگه هم هست که میخوام یادت بمونه. تو بیرنگ نیستی اون اسما فقط اسم بودن. میدونم که ما هی برات دست میگرفتیم و سر به سرت میذاشتیم ولی فقط یه شوخی مسخره بود. سکر و تازاکی یه آدم فوقلاده و رنگ داره. یه آدمی که ایسگاه های درجه یک قطار میسازه. یه شهروند سی و شش ساله یه سالم سرحال که رأی میده مالیات میده یه کسی که میتونه این همه راه تا فندلاند پرواز کنه فقط برای اینکه منو ببینه تو هیچ چی کم نداری مطمئن باش و پر رو فقط همینو لازم داری هیچ وقت اجازه نده ترس و غرور احمقانه کاری کنه کسی رو که برات عزیزه از دست بدی سکرو ماشین را گذاشت توی دنده و پا را روی گاز گذاشت. دستش را از پنجره بیرون برد و برای اری دست تکان داد. اری هم برایش دست تکان داد. دستش را بالا گرفته بود و هی تکان میداد. سرانجام ایری لابلای درخت ها ناپدید شد. حالا سکرو در آینه عقب فقط سبزی سیر یک تابستان فندلاندی را میدید. باد انگار دوباره بلند شده بود و روی سطح دریاچه موجهای ریز افتاده بود. وسط دریاچه کایاک سوار قد بلند جوانی را دید که آهسته و بی صدا وسط آب پارو میزد و پیش میرفت مثل فرفرهای بزرگ سکرو پیش خودش فکر کرد ممکن است دیگر هیچ وقت به اینجا بر نگردم. هیچ وقت اری را نبینم. هر کدام باید سر جای خودمان راه خودمان را برویم. آو هم گفته بود برگشتی در کار نیست اینجا بود که اندوه مثل آب چاه درونش بالا زد اندوهی بی شکل و شفاف اندوهی که سکرو می توانست لمسش کند و در عین حال دور بود و دست نیافتنی درد حجوم آورد انگار بخواهد سینهش را بشکافد نفسش بالا نمی آمد. به جاده آسفالت که رسید فرمان را به یک طرف چرخاند و نگه داشت سرش را به فرمان تکیه داد و چشمها را بست قلبش تند تند میکوبید نفسهای کند عمیق کشید همانطور که هوا را به سینه میکشید. ناگهان متوجه شیء سرد و سختی توی بدنش شد چیزی مثل هسته سخت زمین که تمام سال منجمد باقی مانده باشد منبع درد سینه و نفس تنگیش همین بود تا این لحظه هیچ وقت ندانسته بود چنین چیزی درونش هست با این حال به همین درد و همین حس خفگی نیاز داشت دقیقا همان چیزی بود که باید میپذیرفتش چیزی که ناگزیر بود با آن روبرو شود از حالا به بعد مجبور بود این هسته یخزده را آب کند تکه تکه ممکن بود وقت ببرد ولی مجبور بود منتها برای آب کردن این خاک یخزده گرمای تن خودش کافی نبود به گرمای کس دیگری هم نیاز داشت پیش از هر چیز باید به توکیو برمیگشت گام اول همین بود سویچ را چرخاند و دوباره استارت زد در جاده هلسینکی دعا کرد اری گرفتار دیو و پری نشود. دیو و پری های جنگلی. کاری که در این لحظه از دستش بر می آمد، دعا بود و بس. سوکورو دو روز باقی مانده از سفرش را به پرسه در خیابانهای هلسینکی گذراند. گهگاه باران می آمد. فقط نم نم سبوکی که اذیتش نمی کرد. راه می رفت و به خیلی چیزها فکر می کرد. باید به خیلی چیزها فکر می کرد. و میخواست پیش از اینکه به توکیو برگردد ذهنش را سر و سامان بدهد وقتی از پیاده روی یا فکر کردن خسته میشد به کافه میرفت و قهوه و ساندیویچ میخورد راه را گم می کرد نمی فهمید کجا به کجاست ولی عین خیالش نبود. هلسینکی شهر چندان بزرگی نبود و ترامواهای شهری همه جا می رفتند. برایش حس و حال خوبی بود که نداند دقیقا کجاست اصر روز آخر به ایستگاه قطار مرکزی هلسینکی رفت روی نیمکتی نشست و رفت آمد قطارها را تماشا کرد. از ایستگاه با موبایلش به اولگا زنگ زد تا از او تشکر کند به او گفت کلبه هایتاننها ها را پیدا کرده و دوستش راستی راستی از دیدنش قافل گیر شده گفت هامین لینا شهر قشنگی است اولگا در جواب گفت چه خوب چه عالی به نظر می رسید از ته دل برای سکرو خوشحال شده سکرو گفت می خوام برای تشکر ازت به شام دعوتت کنم ممنونم ولی امروز تولد مادرمه با پدر و مادرم توی خونه شام میخورم ولی لطفا حتما سلام منو به سارا برسون حتماً و ممنونم بابت همه چیز. شب غذای دریایی خورد و نیم گیلاس شراب شبلی خونک در رستورانی که اولگا نزدیک بندر توصیه کرده بود. سر میز به هایتان انها فکر کرد. فکر کرد آنها هم حالا باید چهار تایی سر میزشان نشسته باشند. در دریاچه هنوز باد میوزید؟ درست در همین لحظه اری به چی فکر می کرد؟ گرمای نفسش هنوز به گوش او می خورد. صبح شنبه به توکیو رسید. چمدانش را خالی کرد، سر فرصت حمام گرفت و بقیه روز خودش را با خورد کاری سرگرم کرد. همین که برگشته بود فکر کرده بود به سارا زنگ بزند. تلفن را برداشته بود و شماره اش را هم گرفته بود ولی بعد گوشی را گذاشته بود وقت بیشتری لازم داشت که فکر کند سفر کوتاهی بود ولی اتفاقهای زیادی در آن افتاده بود برگشتن به قلب توکیو هنوز غیر واقعی به نظر می رسید حس می کرد انگار همین چند لحظه پیش لب دریاچه هامین لینا بوده و هوهوی واضح باد را می شنیده. هر حرفی که می خواست به سارا بگوید لازم بود در انتخاب کلمه هایش دقت کند. رختها را انداخت توی ماشین. نگاهی به روزنامه ها انداخت. پیش از اینکه شب شود رفت بیرون که غذا بخرد. هرچند اشتها هم نداشت. شاید از سر خستگی ناشی از اختلاف ساعت هنوز هوا روشن بود که به شدت خوابش گرفت. ساعت هشت و نیم روی تخت دراز کشید و خوابید. پیش از نیمه شب بیدار شد. سعی کرد کتابی را که توی هواپیما شروع کرده بود بخواند ولی هنوز منگ بود برای همین بلند شد و خانه را جمع و جور کرد پیش از سپیده برگشت توی تخت و بیدار که شد تقریبا سر ظهر بود ظهر یک شنبه ظاهرا بنا بود روز خیلی داغی باشد کولر گازی را روشن کرد قهوه گذاشت و با یک برش تست و پنیر آب کرده خورد بعد از اینکه دوش گرفت به خانه سارا زنگ زد تلفن روی پیغامگیر رفت پیغامگیر می گفت لطفا بعد از بوغ پیام بگذارید سکرو دل شد و بی اینکه چیزی بگوید قطع کرد ساعت روی دیوار نشان میداد که تازه از یک گذشته. خواست به موبایل سارا زنگ بزند ولی نظرش عوض شد. ممکن بود روز تعطیل داشت با دوستش نهار میخورد. برای خلوت کردن کمی زود بود. سکرو یاد مردی افتاد که با سارا دیده بود. همان که دست در دست سارا راه میرفت. نمی توانست این تصویر را از ذهنش پاک کند روی کاناپه دراز کشیده بود و تصویرها در مغزش رژه میرفتند که ناگهان حس کرد انگار سوزنی نکتیز در پشتش فرو میرود سوزنی نازک و نامرئی. دردی مختصر بود و خون نیامده بود احتمالا ولی هنوز درد داشت با دوچرخه تا باشگاه ورزشی رکاب زد و مسافت معمولش را در استخر شنا کرد تنش به طرزی غریب کرخ مانده بود همچنان که شنا می کرد حس کرد چند باری خوابش برده البته هیچ کس نمیتواند همزمان شنا کند و بخوابد فقط اینطوری به نظر می آمد با این حال و حتی اگر اینجوری هم بود بدنش در حال شنا ماشینوار حرکت می کرد و به این ترتیب توانست بی این که بیش از این به سارا یا آن مرد فکر کند شنا را تمام کند از این بابت سپاسگزار بود. از استخر به خانه آمد و نیم ساعتی چرت زد. خوابی عمیق بود و خواب ندید. همین که سر به بالش گذاشته بود خداگاهش خاموش شده بود بعدش چند پیراهن و دستمال اتو کرد و شام پخت توی فر ماهی سالمون با سبزیجات معطر کباب کرد رویش لیمو چکان و با سالاد سیب زمینی خورد روی اینها هم کمی پنیر سویا و سوپ میسوی پیاز نیم بطری آبجوی خنک نوشید و اخبار تلویزیون را تماشا کرد بعد روی کاناپه دراز کشید و کتاب خواند پیش از ساعت نه شب بود که سارا زنگ زد. پرسید با خستگی ها چطوری؟ با اختلاف ساعت؟ سکرو گفت خوابم که پاک به هم ریخته ولی جز این خوبه. میتونیم الان حرف بزنیم یا خوابالودی؟ خوابالودم ولی میتونم یه ساعت دیگه هم خودم رو نگه دارم. فردا باید برم سر کار و نمیتونم زیاد توی دفتر چرت بزنم. سارا گفت خوبه. دوروبر ساعت یک بعد از ظهر یکی به من زنگ زده. تو بودی آره؟ من یادم میره پیامامو چک کنم. فقط دیدم یه تماس ناموفق داشتم. من بودم. رفته بودم همین دوروبرا خرید کنم. سکرو گفت اهم. ولی چرا پیام نذاشته بودی؟ من سر پیام گذاشتن یکم ناشیم. یه جورای عصبی میشم و میمونم چی بگم. دست کم میتونستی اسم تو بگی. حق با توه. باید میگفتم. سارا لحظه ای مکس کرد. راستش من حسابی نگرانت بودم. نمیدونستم سفرت خوب پیش رفته یا نه. باید یه پیام کوتاه میذاشتی. و معذرت خواست. متاسفم میدونم. باید میذاشتم. راستی امروز چیکار کردی؟ رختار رو انداختم تو ماشین، خرید کردم، غذا پختم، آشپزخونه و هموم و دستشوی رو تمیز کردم. گاهی وقتا به اینجور روزای تعطیل احتیاج دارم. سارا مدتی ساکت ماند و بعد ادامه داد خب توی فندلاند به همه کارات رسیدی؟ آره کرو رو دیدم دوتایی مفصل حرف زدیم گپ خوبی بود اولگا هم واقعا کمک زیادی به من کرد خوشحالم دختر خوبیه نه؟ واقعا هست آره سوکورو از یک ساعت و نیمی برایش گفت که برای دیدن اری یا کورو از هلسینکی تا شهر زیبایی در کنار دریاچه رانندگی کرده بود. گفت که آنجا در کلبه تابستانی با شوهر و دو تا دختر کوچکش زندگی می کند. با یک سگ. گفت با شوهرش در استدیوی کوچکی همان حوالی ظرفهای سفالی می سازد. سکرو گفت خوشحال به نظر می رسید. ظاهرا زندگی توی فندلاند بهش ساخته. ولی این را نگفت که البته جز بعضی شبها در زمستانهای تاریک و طولانی. سارا پرسید می ارزید این همه راه تا فندلاند بری؟ فکر کنم آره یه چیزایی هست که فقط میشه رو در رو حرفشونو بزنی. خیلی چیزا برام روشن شد. نه اینکه همه جوابا رو پیدا کرده باشم ولی قطعا می ارزید. منظورم از نظر احساسیه. چه عالی. خیلی خوشحالم میشنوم. سکوتی کوتاه برقرار شد. سکوتی پر معنی که انگار برای تشخیص جهت باد برقرار شود. بعد سارا حرف زد. صدات عوض شده یا من خیالاتی شدم؟ نمیدونم. شاید چون خستم. هیچ وقت این همه مدت توی هواپیما نشسته بودم. ولی هیچ مشکلی که پیش نیومد. نه هیچ مشکل جدی پیش نیومد. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم ولی میدونم همین که شروع کنم خیلی طول میکشه. دوست دارم زود ببینم تو همه داستان رو برات بگم. از اول تا آخر. فکر خوبیه قرار میذاریم. در هر حال خوشحالم که سفرت به فنلاند وقت تلف کردن نبود. ممنونم بابت همه کمکات واقعا ممنونم خواهش میکنم سکوت کوتاه دیگری در پی آمد سکرو به دقت گوش داد حسی از چیزی ناگفته هنوز در هوا معلق بود سکرو گفت یه چیزی هست که میخوام ازت بپرسم. تصمیم گرفت شیرجه بزند. شاید بهتر باشه که نپرسم ولی فکر کنم باید با حسم پیش برم. سارا گفت حتما بگو از همه بهتر همینه که ببینی حست چی میگه. هر چی میخوای ازم بپرس. نمیتونم کلمه های درست رو پیدا کنم ولی حس میکنم که که تو جز من داری کس دیگه ای رو هم میبینی مدتیه که این داره اذیتم میکنه سارا بلافاصله فاصله جواب نداد بعد از مدتی سکوت بالاخره پرسید حستینه؟ یعنی میخوای بگی به هر دلیلی چنین احساسی پیدا کردی آره به هر دلیلی آره ولی قبلا گفتم من زیاد اهل کشف و شهود نیستم مغزم اساسا برای ساخت و ساز درست شده ساختن چیزهای دیدنی اسمم هم همینو میگه مغزم ساختار خیلی ساده و سرراستی داره عملکردهای پیچیده مغز آدمای دیگه در حد من نیست. وقتی به چیزهای پیچیده ای مثل این فکر می کنم، اغلب اشتباه می کنم. برای همین سعی می کنم چندان به چیزای زیادی پیچیده فکر نکنم. ولی مدتیه که این فکر درگیرم کرده. فکر کردم باید از خودت بپرسم به جای اینکه بیخود و بی جهت هی فکر کنم. سارا گفت که اینطور خب حالا کس دیگه ای هست؟ سارا ساکت بود. سکرو گفت لطفا درک کن. اگه کس دیگه ای هست اعتراضی ندارم. شاید باید سرم به کار خودم باشه. تو هیچ تعهدی به من نداری. منم هیچ حقی ندارم که چیزی از تو بخوام. صرفم میخوام بدونم که آیا چیزی که حس میکنم غلطه یا نه. سارا آه کشید. کاش از تعهد و حق و اینجور کلمه ها استفاده نکنی. انگار داری از اصلاح قانون اساسی یا از اینجور چیزا حرف میزنی. سکرو گفت باشه درست نگفتمش. گفتم که آدم خیلی ساده ای هستم و فکرم نمی کنم وقتی چنین حسی دارم بتونم از پس کارا بر بیا. سارا لحظه ای ساکت شد. سکرو به وضوح مجسمش می کرد. تلفن به دست با لبهای محکم جمع شده. صدای سارا وقتی بالاخره حرف زد نرم بود تو آدم ساده ای نیستی فقط به زور فکر می کنی که ساده ای شاید همینجوری باشه که تو میگی واقعا نمیدونم ولی زندگی ساده برای من از همه چیز بهتره اینو خوب میدونم موضوع اینه که در رابطه هم با بقیه صدم خوردم. بعد جوری ضربه خوردم و نمیخوام دوباره بیفتم توش. سارا گفت: میدونم. تو با من رو راست بودی. منم دوست دارم باهات رو راست باشم. ولی قبل از اینکه جواب بدم، میتونم یه کم وقت داشته باشم. چقدر وقت؟ با سه روز چطوری؟ امروز یک شنبه است. فکر کنم بتونم چهار شمب حرف بزنم. میتونم اون موقع تو جواب بدم. چهار شمب شب آزادی؟ سکرو گفت چهار شمب شب آزادم. لازم نبود برنامهش را چک کند. شبها به ندرت برنامه داشت. با هم شام بخوریم. میتونیم درباره این چیزا حرف بزنیم. رو راست. به نظرم خوبه. به نظر منم خوبه. و تلفن را قطع کردند. آن شب سکرو خوابی طولانی و عجیب دید. پشت پیانو نشسته بود و سونات میزد. پیانوی نوی خیلی بزرگی بود. کلیدهای سفیدش سفید سفید بود و کلیدهای سیاهش سیاه سیاه. دفترچه نوت بیش از حد بزرگ روی برگ گیر پیانو باز بود. کنارش زنی ایستاده بود با پیراهن مشکی مات و تنگ که با انگشت های کشیده محتابی برگه ها را برایش نرم ورق میزد. زمان سنجیش بی نقص بود. موهای مشکی یک تیغش تا کمر می رسید. همه چیز در این صحنه درجات مختلف سیاه و سفید بود. رنگ دیگری نبود. سکرو نمیدانست این سونات را کی نوشته. قطعی طولانی بود. دفترچه نوتهاش به قطر کتابچه های راهنمای تلفن بود. برگه ها مملو از نوت بودند و به معنای کامل کلمه سیاه پوش. قطعه ای بود دشوار با ساختاری پیچیده و نیازمند تکنیکی فوقالعاده سوکورو تا آن روز هیچ وقت این قطعه را ندیده بود ولی توانست فلبداه اجرایش کند بلافاصله دنیای برساخته در آن را درک کند و این درک را به نوا برگرداند درست مثل اینکه بتواند نقشه پیچیده ای را سبودی کند این توانایی ویژه را داشت ده انگشت آزمودش به چالاکی مثل توند باد روی صفحه کلید میرفت و میآمد تجربه بود خیره کننده و نیرو بخش. رمزگشایی دقیق این دریای عظیم از رمزها و کدها سریعتر از هر کس دیگری و در لحظه به آنها شکل و جسم بخشیدن مجذوب نواختن بود برقی از الهام وجودش را شکافته بود مثل سائقی در عصری تابستانی موسیقی ساختاری بلند پروازانه و هنرمندانه داشت و همزمان به زیبایی درون نگر هم بود. زنده بودن را سرراست و ظریف ملموس و رسا معنا می کرد. زنده بودن این مفهوم اساسی در دنیا که فقط با موسیقی می شود، ابرازش کرد. مهره های پشتش از این لذت و غرور ناب که این قطعه موسیقی را خودش میزند مورمور میشد. ولی قمنگیز بود که آدمهایی که مقابلش نشسته بودند حال دیگری داشتند. ملول و آزرده توی سندلی هایشان وول می‌خوردند. سکرو صدای کشیده شدن پایه سندلی ها به کف زمین را میشنید. میشنید که آدمها ها صرفه می کردند. آنها به دلایلی از اهمیت این موسیقی قافل بودند. در تالار درباری سلطنتی بود. با کف مرمر سیقلی و سقف گنبدی که دریچه زیبا رو به آسمان داشت. هزار که قاعدتا چیزی در حدود پنجاه نفر بودند روی سندلی های مجلل نشسته بودند و به موسیقی گوش میدادند. دادند. آدم های خوشپوش و فرهیخته، افرادی بیشک اهل فرهنگ که متاسفانه از درک ارزش این موسیقی شگفتانگیز عاجز بودند هرچه می گذشت سر و صدا بلندتر می شد. گوش خراش و ناخوشایندتر. حالا دیگر صداها یک لحظه بند نمی آمد و موسیقی لابلای آنها گم می شد. حالا دیگر خودش هم صدای موسیقیش را نمیشنید. چیزی که میشنید صدایی بود به طرزی مزهک و باور نکردنی بلند و اقراق شده. صدای صرفه و هم و هم از سر نارضایتی. با این حال چشم از نوتها بر نمی داشت. انگشتهایش همچنان برقاسا روی کلیدها ها و می آمد انگار که چیزی تسخیرش کرده باشد. ناگهان متوجه چیزی شد. زن سیاه پوشی که دفترچه نوت‌ها را برایش ورق می‌زد، شش تا انگشت داشت. انگشت ششمش تقریبا هم اندازه ی انگشت کوچکش بود. سکرو نفسش بند آمد و سینش لرزید. میخواست سر بلند کند و زنی را که کنارش ایستاده بود ببیند این زن کی بود؟ میشناختش؟ ولی تا وقتی این مومان تمام نمیشد یک لحظه هم نمی توانست به جای دیگری نگاه کند. حتی حالا که دیگر یک نفر هم نبود که گوش بدهد. از خواب پرید. شماره های سبز روی ساعت پاتختی دو و سی و پنج دقیقه را نشان میداد. خیس عرق بود. قلبش هنوز با زربا هنگ فرود موسیقی که تنینش دم به دم خالی و خالی تر می شد تاپ تاپ می زد. بلند شد. لباس خوابش را درآورد و خودش را با یک حول خوش کرد و تیشرت تمیز پوشید. روی کاناپه نشیمن نشست. در تاریکی به سارا فکر کرد. بابت همه حرف هایی که آن روز پای تلفن به او زده بود با خودش کلنجار رفت. خواست به سارا زنگ بزند و همه حرفهایی را که زده بود پس بگیرد. ولی نزدیک ساعت سه صبح به هیچ کس نمیشد زنگ بزند. و خواهش از سارا برای اینکه حرفهای به زبان آورده او را فراموش کند به کلی غیر ممکن بود. به فکر اری افتاد. اری کورونو هاتاینن. مادر دو تا دختر کوچک دریاچه آبی پشت درختان قان سفید را مجسم کرد و قایق کوچکی را که به اسکله میکوبید. سفالهای های خوشتر، جیر جیر پرنده سک که واق واق میکرد. اجرای پر آب و تاب آلفرد برندل از سالهای زیارت. فشار اری روی سینهش، نفسهای گرمش، صورت خیس اشکش. همه امکانهای از دست رفته. همه زمانهای بیبرگشت. در مدتی که روبه روی هم سر میز نشسته بودند، لحظه ای پیش آمد که ساکت بودند و دنبال حرف و کلمه هم نمی گشتند. گوششان رفته بود پی صدای پرنده های پشت پنجره. از جیر جیر پرنده ها ملودی غریبی درآمده بود. این ملودی که تا دل جنگل می رفت تکرار می شد. تکرار و تکرار. اری گفت پرنده های پدر و مادر دارن به بچه هاشون خوندن یاد میدن. تا وقتی اینجا نیومده بودم اینو نمیدونستم. نمیدونستم جیرجیر کردنم چیزیه که پرنده باید یاد بگیره. سکرو فکر کرد زندگی های ما مثل دفترچه نوت موسیقی پیچیده است. پر از انواع نوشته های رمزی، نوت های و سی و دوم و علامت های عجیب دیگر. برگرداندن درست همه اینها کم و بیش غیر ممکن است. و اگر هم بشود، و اگر بشود آنها را به صداهای درست ترجمه کرد، تزمینی نیست که آدمهای دیگر هم درست درکشان کنند یا ارزش معنای درون آنها را بفهمند تزمینی نیست که آدمها را خوشحال کند چرا باید ساز و کار زندگی آدمها این همه بغرنج باشد؟ اری به او گفته بود حواست باشه سارا رو ولش نکنی واقعا لازمش داری. هیچی کم نداری فقط پردل و جرأت باش و به خودت مطمئن باش. فقط همینو لازم داری. مواظبم باش گرفتار دیو و پری نشی. به سارا فکر کرد. او را با کسی دیگر مجسم کرد. نه کسی نه مرد را واقعا دیده بود. آن موقع سارا قیافش خیلی خوشحال بود. دندانهای سفید قشنگش در لبخند پهنش پیدا بود سکرو در تاریکی چشمها را بست و نوک انگشتها را به شقیقه هایش فشار داد به این نتیجه رسید که نمی تواند با چنین حالی ادامه بدهد حتی شده فقط برای سه روز گوشی تلفن را برداشت و شماره سارا را گرفت. هنوز ساعت چهار صبح نشده بود. ده دوازده بار زنگ خورد تا سارا گوشی را برداشت. سکرو گفت واقعا ببخش که این ساعت بهت زنگ میزنم ولی باید باهات حرف میزدم. الان ساعت چند هست اصلاً؟ تقریبا چهار سارا گفت اوه اوه اصلا یادم رفته بود همچین ساعتی اصلا وجودم داره صدایش هنوز خوابالود بود خب کی مرده؟ کسی نمرده کسی هنوز نمرده ولی من یه چیزی دارم که امشب باید بهت بگم چی؟ من دوستت دارم. بیشتر از هر چیز دیگه ای می سکرو از پشت تلفن صدای خشخشی شنید. انگار که سارا کورمال کورمال دنبال چیزی بگردد. سارا صرفه کوتاهی کرد بعد صدایی درآورد که به گوش سکرو این بود که نفسش را بیرون می دهد. سکرو پرسید ایراد نداره الان دربارش باهات حرف بزنم؟ سارا گفت نه اصلا هنوز چهارم نشده میتونی هر چی میخوای بگی کسی هم گوش و نستاده همه خواب خوابن سارا من واقعا دوست دارم با تمام وجود میخوامد هنوز چهار صبح نشده به من زنگ زدی همینو بگی؟ آره مشروب میخوردی؟ نه حتی یه قطره که اینطور چه جالب تویی که این همه اهل درس و دانشی میتونی این همه احساساتی بشی؟ آره مثل ساختن ایستگاه قطاره چطور؟ ساده است. اگه ایستگاهی در کار نباشه هیچ قطاری نگه نمی داره. اولین کاری که باید بکنم اینه که ایستگاهی رو توی ذهنم مجسم کنم و بهش رنگ و جسم واقعی بدم. این قدم اوله. حتی اگه عیب و ایرادی همونجا پیدا کنم بعدن میشه اصلاحش کرد. منم به این جور کارا عادت دارم. چون یک مهندس درجه یکی دوست دارم باشم حالا اون وقت تا دم صبح داری یه ایستگاه مخصوص میسازی فقط برای من سکرو گفت آره چون من دوستت دارم میخوامت سارا گفت منم تو رو دوست دارم خیلی زیاد هر بار همدیگر رو میبینیم بیشتر جذبت میشه. بعد مکسی کرد. انگار روی کاغذ سطری را سفید بگذارد. ولی الان داره چهار صبح میشه. پرنده ها هم هنوز بیدار نشدن. هنوز برای سر راست فکر کردن خیلی زوده. پس میتونی سه روز دیگه سب کنی؟ سکرو گفت باشه ولی فقط سه روز فکر کنم ظرفیت من همین قده برای همین این ساعت صبح بهت زنگ زدم سه روز زیاده سکرو من به روز پایان کار پایبند میمونم نگران نباش چهارشنبه شب میبینمت معذرت میخوام بیدارت کردم ایرادی نداره. خوشحالم که میدونم زمان هنوز ساعت چهار صبح هم جریان داره. هوا هنوز روشن نشده. هنوز نه ولی به زودی میشه و پرنده ها شروع میکنن به خوندن. به قول معروف کرم و کی گرفت پرنده سهرخیز. به زبون آره گرفت ولی فکر نکنم اونقدر بیدار بمونم که خودم ببینم. سکرو گفت شب بخیر سارا گفت سکرو شب بخیر راحت بگیر و یک کم استراحت کن این را گفت و تلفن را قطع کرد ایستگاه شینجوکو ایستگاهی عظیم است هر روز حدود سو و نیم میلیون نفر از آن می گذرند. تا جایی که کتاب رکوردهای جهانی گینس آن را رسما به عنوان پر ایستگاه دنیا ثبت کرده است. چندین خط هن از این ایستگاه می گذرد. خطهای اصلیش با شکلهایی پیچیده و تو در تو به هم میرسند و با هم می آمیزند شینجوکو مجموعا شانزده سکو دارد به علاوه دو خط خصوصی هم هست و سه خط قدیمی مترو هم از کنار به آن اضافه شده شبکه پیچ در پیچ و سرگیج آور در ساعتهای اوج شلوغی این شبکه تبدیل می شود به دریای انسانی دریایی که با بالا و پایین رفتن به سمت درهای ورود و خروج کف میکند خشم میگیرد و میخروشد رودهای انسانی که قطار و خط عوض می کنند به این دریا میریزند و گردابی خطرناک پدید میآید هیچ کس هر قدر هم ساله نمیتواند چنین دریای سرکش خشمالودی را از هم بشکافد. باورش سخت است ولی پنج روز در هفته صبح و شب آمد و شد این ازدهام نفسگیر انسانی را کارکنان ایستگاه بدون مشکلی عمده کارا و مؤثر رتق و فتق می کنند. مشخصا ساعت شلوغی صبح مشکل آفرین است. همه می دوند که به مقصد برسند و ساعت بزنند. هیچ کس حال چندان خوشایندی ندارد. آدمها هنوز خستند و خوابالود و سوار شدن به قطارهایی که تا خرخره مملو از آدم است جسمی و روحی جان آدم را میگیرد فقط خیلی خوش صندلی خالی گیرشان میآید سکرو همیشه در عجب بود که چرا شورش نمی شود؟ چرا هیچ فاجعه تراژیک و خونینی رخ نمیدهد اگر از غذا گروهی تروریست متعصب یکی از این ایستگاه ها یا قطارهای پر ازدهام را هدف بگیرند اتفاقی مرگ بار رخ می دهد و شمار کشته ها وحشتناک خواهد بود. برای آدمهایی که در این خطوط کار می کنند، برای پلیس و البته برای مسافران، این سناریو سناریویی غیرقابل تصور و کابوس باقی می ماند. چنین کابوسی راستی راستی در توکیو رخ داده بود. در بهار سال، 1995 و هیچ جور نشده بود جلویش را گرفت. همین حالا هم اگر بود نمیشد. توصیه های کارکنان بلنگو به دست ایستگاه تمامی ندارد. صدای تکراری بیوقفه از عظیمت قطارها به مقصدهای مختلف خبر می دهد. درهای اتوماتیک ورود و خروج مسافران بی صدا حجمی انبوه از اطلاعات را از کارت ها و بیلیت های روزانه اسکن شده ثبت می کنند. قطارهای دراز که زمان ورود و خروجشان به دقت ثانیه مشخص است شبیه جانوران مزرعه که پس از مدتها زجر خوب تربیت شدند به صورتی منظم آدمها را بیرون و تو می دهند. بی درهایشان را می‌بندند و به سمت ایستگاه بعدی می‌شتابند. جمعیت از پله ها به سمت بالا و پایین هجوم می برد. ولی اگر کسی از پشت پایت را لگت کند و لنگ کفشت در بیاید دیگر مگر آن لنگ را به خواب ببینی. لنگ کفش مکیده می شود درون ریگ روان و پرفشار ازدهام ساعت شلوغی و برای همیشه ناپدید می شود. آدمی که چنین سرنوشتی برایش رقم خورده با راه رفتن با یک لنگ کفش روزی بس دراز در پیش دارد. در اوایل دهه 1990 پیش از ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، یکی از روزنامه های پرتیراژ ایالات متحده عکس بزرگی منتشر کرد از مسافران ایستگاه شینجوکو در ساعت اوج شلوغی صبحی زمستانی در حال پایین رفتن از پله های ایستگاه همه مسافران انگار بر اساس قول و قراری قبلی با قیافه های گرفته خیره به پایین نگاه می کردند و به ماهیان بیجانی چپانده توی قوطی کنسرو شبیه تر بودند تا به آدم. در گزارش این روزنامه آمده بود ژاپن ممکن است ثروتمند باشد ولی اغلب ژاپنی ها چنین حالی دارند سرها در گریبان با چهره های ناشاد عکس مشهوری شد سوکورو نمیدانست آیا چنان که این گزارش ادعا می کرد بیشتر ژاپنی ها واقعا ناشادند یا نه ولی دلیل اصلی نگاه های روبه پایین مسافرانی که در شلوغی صبحگاهی از پله های ایستگاه شینجوکو پایین می رفتند، بیش از ناشادمانی نگرانی از کفش بود. روی پله ها سر نخوری و کفشت در نیاید مهمترین دقدقه مسافران در ساعتهای شلوغی این ایستگاه عظیم است. در گزارش روزنامه هیچ اشاره به این موضوع نشده بود. از موقعیتی که این عکس در آن گرفته شده بود حرفی نبود. بدون شک شاد دیدن این توده انبوه سر به زیر با بارانی های تیره سخت بود. و البته منطقی است جامعه ای را که آدمهایش بی دق دقیه کفش نتوانند صبح به صبح به سر کارشان برسند جامعه ای ناشاد بدانیم سکرو از خود میپرسید چقدر وقت آدمها در روز صرفاً صرف رسیدن به محل کارشان می شود فرض کنیم یک سفر در اون شهری به طور متوسط بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول بکشد. این عدد کم و بیش درست به نظر می رسید. اگر یک کارمند اداری متوسط شاغل در توکیو متعهل و صاحب یکی دو فرزند میخواست خانه هم داشته باشد تنها راهش زندگی در حومه شهر بود و به این ترتیب باید چیزی در همین حدود را صرف رفتن به محل کارش می کرد. پس از هر 24 ساعت دو سه ساعتش فقط صرف جابجایی میشد. اگر بختت میزد ممکن بود توی قطار موفق شوی کمی روزنامه یا چند صفحه کتاب هم بخوانی شاید هم می توانستی به آیپدت گوش بدهی به سمفونی هایدن یا درس آموزش زبان اسپانیایی. بعضی آدم ها ممکن بود حتی چشم ها را ببندند و در تعملات متافیزیکی هم غرق بشوند. با این حال سخت می شد این دو سه ساعت را زمانی مفید و ارزشمند دانست. در نتیجه این حرکت بیفایده آدم از نقطه الف به نقطه ب چقدر از زندگیش از چنگش در می رفت و باد هوا می شد. این تقلای روزمره آدم ها چقدر آنها را خسته و فرسوده می گرد. ولی لازم نبود سکر و تازاکی که مهندس و مسئول طراحی ایستگاه های قطار بود نگران این دست مسائل باشد. هیچ کدام اینها دخلی به زندگی او نداشت. بگذار آدم ها زندگی خودشان را بکنند. هر آدمی باید خودش به نتیجه برسد که جامعه ما احتمالاً چقدر شاد، یا چقدر ناشاد است. سکرو فقط باید به این فکر می کرد که امترین و کاراترین شیوه روان نگه داشتن جریان این توده انبوه انسانی چیست. برای کاری مثل این جرف اندیشی و تفکر نیاز نیست. صرفا دقیق ترین، آزموده ترین و بهترین تکنیک ها به کار می آیند. او نه متفکر بود نه جامعه شناس. یک مهندس خالی بود. سکرو عاشق تماشای ایستگاه شینجوکو بود. وقتی به این ایستگاه می رفت از دستگاه بیلیت می خرید و خود را به سکوی خطوط نه و ده می رساند. این سکو مال قطارهای تند روی خط چو بود که به مقصدهای دور دستی می رفتند. در مقایسه با سکوهای قطارهای درون شهری مسافران این سکو خیلی کمتر بود و قطارهای کمتری هم از آن می گذشتند. سکرو می توانست روی نیمکتی بنشیند و با خیال راحت آنچه را در ایستگاه می گذشت، تماشا کند. لذتی که سوکورو از رفتن به ایستگاه های قطار می برد. لذتی بود که آدم های دیگر از رفتن به کنسرت و سینما و رقصیدن در کلوب و تماشای مسابقات ورزشی و قدم زدن جلوی ویترین فروشگاه ها می بردند. هر وقت حسلش سر می رفت و کاری نداشت راهی ایستگاهی می شد. وقتی دل شوره پیدا می کرد یا نیاز داشت فکر کند باز پاهایش به میل خود او را به ایستگاه قطار می کشندند. ساکت روی نیمکتی در سکو می نشست. قهوه را که از دکه خریده بود مزمزه می کرد و ساعتهای ورود و خروج قطارها را روی برگه جیبی زمانبندی قطارها چک می کرد. از این برگه ها همیشه توی جیبش بود. می توانست ساعتها فقط همین کار را بکند. در دوران دانشجوییش روی طرح کلی ایستگاه دقیق میشد و روی جریان تردد مسافرها و عملکرد کارکنان ایستگاه بعد مشاهداتش را به تفصیل توی دفترش یادداشت میکرد ولی حالا دیگر از آن مرحله گذشته بود قطاری تند رو به ایستگاه نزدیک می شود. سرعتش را کم می کند و می ایستد. درها باز می شود و مسافران یکی پس از دیگری پیاده می شوند. صرف تماشای همین منظره آرام و راضیش می کند. وقتی قطارها سر ساعت می رسند و سر ساعت راه می افتند، احساس غرور می کند ولو در ایستگاههایی هایی که ساخت آنها با شرکتی که در آن کار می کند نبوده باشد غروری ساده و آرام به او دست می دهد. افراد گروه نظافتچی به سرعت می روند توی قطار و آشقال ها را جمع می کنند و سندلی های گردان را می چرخانند رو به جلو. خدمه تازه نفس با کلاه و یونیفرم سوار قطار می شوند و تون تون موارد لازم را بازبینی و چک می کنند. تابلوی مقصد و شماره قطار جایگزین تابلوی قبلی می شود. همه چیز نرم و روان پیش می رود، بدون مشکل با دقتی در حد ثانیه این است دنیای سکر و تازاکی در ایستگاه مرکزی هلسینکی هم همین کار را کرده بود برنامه زمانبندی قطارها را گرفته بود روی نیمکتی نشسته بود و در فنجانی مقوایی قهوه داغ را هرد کشیده بود و رفت آمد قطارهای دوردست را تماشا کرده بود. مقصد و مبدع حرکتشان را روی نقشه پیدا کرده بود. مسافرهایی را که از قطارها پیاده می شدند و مسافرهایی را که شتابان به سکوهای دیگری می رفتند تا باز سوار قطارهای دیگری بشوند تماشا کرده بود. کارهای کارکنان یونیفرم پوش ایستگاه و خدمه قطار را دنبال کرده بود. مثل همیشه این کار آرامش کرده بود. زمان به نرمی یک نواخت گذشته بود. آنجا جز اینکه زبان اعلانات بلنگوها را درک نمی کرد، هیچ فرقی با ایستگاه شینجوکو نداشت. دستورالعمل و قواعد عملیات ایستگاه های قطار تقریبا در همه جای دنیای کی بود. کل این عملیات مبتنی بود بر برنامه هرفعی دقیق و ماهرانه و این خود به خود در رو واکنشی برمی که کاملا طبیعی بود. مطمئن نش می‌کرد که سر جای درستی است. سهشنبه کارش که تمام شد ساعت از هشت گذشته بود. تا این ساعت شب سکرو تنها کسی بود که در دفتر مانده بود. کاری که باید میکرد چندان استراری نبود که ناچار باشد تا دیر وقت بماند. ولی قرار بود چهارشنبه شب سارا را ببیند و میخواست تا آن موقع هر جور کار نیمه تمامی را تمام کرده باشد. به این نتیجه رسید که برای امشب بس است. کامپیوترش را خاموش کرد. دیسک ها و اسناد مهم را گذاشت توی کشو و قفلش کرد. بعد چراغ را خاموش کرد. از در پشتی شرکت بیرون رفت و به نگهبان که به قیافه می شب به خیر گفت. نگهبان به او گفت شب خوبی داشته باشین قربان. سکرو فکر کرد جای شام بخورد ولی گرسنه نبود. اما دلش هم نمیخواست یک راست به خانه برود. پس راهی ایستگاه شینجوکو شد. امشب هم قهوه ای از دکه خرید. یک شب تابستانی معمولی توکیو بود شبی گرم و دم کرده و پشتش عرق کرده بود. ولی همچنان قهوه داغ سیاه را با بخاری که از آن بلند بود به نوشیدنی خنک ترجیح میداد سرفن از سر عادت مثل همیشه در سکوی نه آخرین قطار شبانه به مقصد ماتسو موتو آماده حرکت میشد. خدمه در طول قطار راه می رفتند با چشمهای آزموده و پیگیر وارسی می کردند که همه چیز سر جای خود باشد. این قطارها به شیکی قطارهای تند رو نبود. ولی سکرو از قطارهای ساده بیزرق و برق خوشش میآمد. هنوز درهای قطار برای سوار شدن مسافرها باز نشده بود. با این حال مسافرها با عجله از دکه ها غذای آماده و بطری آبجو و مجله میخریدند. خریدند. بعضی ها هدفون در گوششان بود و از همان موقع در دنیاهای کوچک خودشان غرق بودند. باقی مسافران گوشی های هوشمند کف دستشان بود و پیام تایپ می کردند. بعضی ها با صدایی بلندتر از صدای بلندگوها با گوشی هایشان حرف میزدند. زدند. سکرو زوج جوانی را دید که کنار هم روی نیمکتی نشسته بودند و شادمان با هم پچ پچ می کردند. دو پسر دو شش ساله خابالود با مادر و پدرشان که دستشان را میکشیدند از کنار سکرو گذشتند. پسرها اسباب بازی های کوچک به دست داشتند. دو مرد جوان خارجی کول پشتی هایی را که سنگین به نظر می رسید به دوش داشتند و دختری جوان یک جعبه ویولونسل را به زحمت با خودش می برد. زنی با نیم روخی بسیار جذاب از کنار سکرو رد شد. همه داشتن سوار قطار شبانه می شدند و به مقصدی دور دست می رفتند. سکرو به حالشان قبطه خورد. آنها دست کم جایی داشتند که بروند. سکرو هیچ جایی نداشت برود. دید راستی راستی هیچ وقت نشده به ماتسو موتو برود یا به کوفو حتی به شهرهای خیلی نزدیکتر قطارهای تند روی بیشماری به مقصد ماتسو موتو را تماشا کرده بود که از همین سکو راه افتاده بودند ولی هیچ وقت به سرش نزده بود که این امکان را دارد که سوار یکی از آنها بشود. تا الان هیچ وقت فکرش را نکرده بود. از خودش پرسید چرا نه؟ مجسم کرد سوار این قطار می شود و به ماتس و موتو می رود. اصلا غیر ممکن نبود. فکر چندان ناجوری هم به نظر نمی رسید. در هر صورت مگر به سرش نزده بود بلند شود برود فندلاند. پس چرا به ماتسوموتو نرود؟ از خودش پرسید ماتسوموتو چه جور شهری است؟ آدم ها آنجا چه جور زندگی هایی دارند؟ ولی سری تکان داد و این فکر را از سر بیرون کرد. غیر ممکن بود فردا صبح بتواند سر وقت برگردد به توکیو سر کارش. از این بابت مطمئن بود و لازم نبود به زمان بندی قطارها نگاه کند. فردا شب هم که قرار بود سارا را ببیند. برایش روز خیلی مهمی بود. نمیشد همین طوری از سر حوست سوار قطار شود و به ماتسوموتو برود. بقیه قهوهش را که حالا ولرم شده بود سر کشید و فنجان مقوایی را در سطل زبالهای در آن نزدیکی انداخت. سکر و تازاکی جایی نداشت برود. این مثل یک مضمون جاری زندگیش بود. نه جایی داشت که حتما باید میرفت، نه جایی که به آن برگردد. هیچ وقت نداشته بود. الان هم نداشت. تنها جا برای او جایی بود که الان در آن بود. بعد فکر کرد نه این طوری ها هم نیست. اتفاقا در دوره ای از زندگیش جایی داشت که برود. توی دبیرستان از را جزم کرده بود که به کالج مهندسی توکیو برود و طراحی و ساخت ایستگاه قطار بخواند. آنجا را باید میرفت. سخت هم درس خوانده بود که قبول شود. مشاور تحصیلیش به سردی به او هشدار داده بود که با نمره هایی که دارد شانس قبولیش در کالج فقط 20 درصد است. ولی او حسابی از خودش مایه گذاشته بود و از این صد گذشته بود. به عمرش هیچ وقت اینقدر درس نخوانده بود. برای رقابت با دیگران سر نمره و رتبه ساخته نشده بود ولی با داشتن هدفی مشخص از جان و دل مایه گذاشته بود. بیشتر از چیزی که فکرش را می کرد از خودش کار کشیده بود و این تجربه کشفی تازه و ارزنده بود از توانایی های خودش. نتیجهش این شده بود که از ناگویا برود و در توکیو تنها زندگی کند. در توکیو دلش میخواست هرچه زودتر در اولین فرصت به شهرش برگردد تا دوباره دوستهایش را ببیند. هر قدر هم کوتاه. آن روزها ناگویا را داشت که باید به آن برمیگشت. بیش از یک سال بین این دو جا می رفت و می آمد. ولی بعد ناقافل این چرخ شکست. بعد از آن دیگر نه جایی داشت که برود نه جایی که برگردد. خانهش هنوز در ناگویا بود. مادر و خواهر بزرگش هنوز همانجا زندگی می کردند و اتاقش دست نخورده مانده بود. آن یکی خواهر بزرگش هم در همان شهر زندگی می کرد. یکی دو بار در سال از سر اجبار به آنجا سر میزد و هر بار هم به گرمی تحویلش می گرفتند. ولی حرف مهمی با مادر و خواهرش نداشت و بودن با آنها هم هیچ وقت حس دلتنگی گذشته ها را به او بر نمیگرداند. چیزی که آنها در او دنبالش بودند سکروی سابق بود. سکورویی که او به کلی پشت سر گذاشته بود و دیگر لازمش نداشت. برای زنده کردن دوباره آن آدم و عرض کردنش به خانواده لازم بود نقشی را بازی کند که معذبش می کرد. خیابانهای ناگویا حالا دیگر بیگانه و دلگیر بودند. چیزی نداشتند که بخواهدشان. هیچ چیزی که حتی یادآور یک لحظه گرمی باشد توکیو هم صرفا جایی بود که تصادفا کارش به زندگی در آن کشیده بود به کالجی در این شهر رفته بود و بعدتر این شهر محل کارش هم شده بود از نظر شغلی به توکیو تعلق داشت ولی بیش از آن این شهر برایش هیچ معنایی نداشت. در توکیو زندگی به قاعده و آرامی داشت. مثل پناهجویی که در سرزمینی بیگانه زندگی میکند و چیزی را به هم نمیزند. دردسر درست نمی کند و حواسش جمع است. مبادا اجازه اقامتش را از او بگیرند. در توکیو جوری زندگی میکرد انگار پناه جویی باشد که از زندگی خودش گریخته و توکیو جایی ایدئال بود برای کسی که دنبال زندگی بینام و نشان می گشت. هیچ کس را نداشت که اسمش را بگذارد دوست صمیمی در طول مسیر چند تایی دوست دختر وارد زندگیش شده بودند ولی نمانده بودند. رابطه های دوستانه و در پیشان قطع رابطه های دوستانه. حتی یک نفر هم راستی راستی خود را در قلب او جا نکرده بود. سکرو هیچ وقت دنبال اینجور رابطه هم نبود. و احتمالا زنانی که با آنها بیرون می رفت هم او را آنقدرها نخواسته بودند. پس مساوی بودند. سکر و تازاکی همچنان که روی نیمکت ایستگاه شینجوکو نشسته بود فکر کرد انگار زندگی من سر 20 سالگی ایستاده روزهایی که بعدش آمدند وزن و جرم نداشتند. سالها پی هم آمده و رفته بودند بی صدا مثل نسیمی ملایم. نه زخمی جا گذاشته بودند نه اندوهی. هیچ احساسات آتشینی به پا نکرده بودند. نشادی، نه خاطراتی که ارزش یادآوری داشته باشند حالا هم کم کم پا به میان سالی می گذاشت. نه هنوز چند سالی مانده بود ولی دیگر جوان هم نبود. از یک نظر ایری هم پناهجویی بود که از زندگی گریخته بود. او هم زخمای عاطفی خورده بود. زخم هایی که به جایی کشانده بودش که همه چیز را بگذارد و از کشورش برود. خودش دنیایی تازه را انتخاب کرده بود و حالا شوهر و دوتا دختر داشت و کارش را که سفالگری بود و خود را یک سره در آن غرق کرده بود. لب دریاچه کلبه ای تابستانی داشت و سگی کوچک و قبراق. فندلاندی یاد گرفته بود و مدام در حال ساختن جهان کوچک خودش بود. سکرو فکر کرد فرق من با او در همین است. نگاهی به ساعت مچیش انداخت. هشت و پنجاه دقیقه بود. مسافرها دیگر داشتند سوار قطار تند رو می شدند. یکی پس از دیگری چمدانها را با خود می کشیدند بالا، سندلیهایشان را پیدا می کردند، کیف را در بار های بالای سر جا می دادند، در واگن های کولردار جاگیر می شدند، نوشیدنی خنک می و او از پشت شیشه های قطار می دیدشان. این ساعت را از پدرش ارث برده بود. از انگشت شمار ارسیه های قابل لمس بود. ساعت عتیقه زیبایی بود ساخت اوایل دهه 1960 اگر سه روز دستت نمی کردی اغربه هایش می ایستاد و از کار می افتاد اسباب درد سر بود ولی اتفاقا سکرو همینش را دوست داشت. وسیله بود کاملا مکانیکی، محصولی دست ساز و استادانه. داخلش کوارتس و میکروچیپ نبود. همه چیز با فنر و چرخدنده های ظریف کار میکرد. این ساعت وفادارانه بی لحظه ای استراحت نیم قرن کار کرده بود و حتی حالا هم دقتی تکان دهنده داشت. سکرو به عمرش هیچ وقت ساعت نخریده بود. حتی یک بار. در جوانی کسی ساعتی ارزان قیمت به او داده بود و او هم سرسری دستش کرده بود. همین که ساعت را درست نشان میداد برایش کافی بود. احساسش به ساعتها در همین حد بود. یک کاسیوی دیجیتال کارش را راه میانداخت. برای همین وقتی پدرش مرد و این ساعت مچی گران قیمت را یادگاری به او دادند باز هم هیچ احساسی نداشت. مجبور بود مرتب دستش کند که کوکش خالی نشود. ولی بعد که به آن عادت کرد دید علاقه شدیدی به این ساعت پیدا کرده. لذت می برد از سنگینیش و از وزوز مکانیکی خفیفی که از داخلش می آمد. دید که حالا بیش از گذشته ساعت را نگاه می کند. و هر بار سایه گذرای پدرش از ذهنش میگذرد. راستش پدرش را چندان درست به یاد نمیآورد و خاطرات چندان گرمی از او نداشت. هیچ وقت یادش نمی آمد با پدرش جایی رفته باشد. یا گفتگوی دوستانه فقط خودشان دوتا با هم کرده باشند. پدرش اساسا آدم کم حرفی بود و علاوه بر این کار آنقدر مشغولش می کرد که سکرو به ندرت می دیدش. تازه حالا بود که سکرو به این نتیجه رسید که شاید پدرش جایی معشوقه داشته بود. سکرو او را کمتر پدر واقعیش میدید. و بیشتر یکی از بستگان ثروتمند که زیاد بهشان سر میزد. سکرو را اساساً مادر و دو خواهر بزرگش بزرگ کرده بودند. چیزی نمیدانست از اینکه پدرش چه جور زندگی داشته. از افکار و ارزش هایی که در زندگی داشته و از اینکه واقعاً روزها را به چه کاری می گذرانده. چیزی که میدانست این بود که پدرش در گیفو به دنیا آمده بود. در کودکی پدر و مادرش را از دست داده بود. او را پیش عمویش برده بودند که کشیشی بودایی بود. دبیرستانش را تمام کرده بود و شرکتی را از صفر راه انداخته بود. کارش به شدت گرفته بود و نهایتا ثروت زیادی به هم زده بود. برخلاف بیشتر آدمهایی هایی که در زندگی دست و پای زیادی زدند ترجیح داده بود حرف رنج هایی را که کشیده بود وسط نکشد. شاید چون دلش نمیخواست آن دوران سخت را دوباره زنده کند. در هر حال پدرش به وضوح کلش برای پول درآوردن کار می کرد و نبوغ زیادی داشت در اینکه چیزی را که می خواهد زود به دست بیاورد و چیزی را که نمی خواهد دور بیاندازد. بزرگترین خواهر سکرو تا حدی این استعداد را از پدر ارث برده بود. و به خواهر دومش هم کم و بیش خوشخلقی مادرش در معاشرت رسیده بود. هیچ کدام از این خصوصیت ها به سکرو نرسیده بود. پدرش روزی پنجاه نخ سیگار میکشید و از سرطان ریه مرد وقتی سوکورو در بیمارستانی در ناگویا به عیادتش رفته بود پدر دیگر نمیتوانست حرف بزند انگار میخواست چیزی به سکرو بگوید ولی نتوانسته بود یک ماه بعد روی تختش در بیمارستان مرده بود برای سکرو یک آپارتمان تک خوابه در توکیو گذاشته بود و حساب بانکی نسبتاً پروپیمانی به اسمش با این ساعت موچی کوکی نه چیز دیگری هم بود که پدرش برایش گذاشته بود. اسمش را سکرو تازاکی. وقتی سکرو خبر داد که تصمیم گرفته در کالج مهندسی توکیو درس بخواند، پدرش ظاهرا عمیقا توی ذوقش خورد از اینکه دید تک پسرش علاقه ای ندارد کار معاملات املاک او را پی بگیرد. کاری که برای راه انداختن و سر پا نگه داشتنش آن همه زحمت کشیده بود. با این حال با کمال میل از تصمیم سکرو برای مهندس شدن حمایت کرده بود. گفته بود اگه اینو میخوای پس باید بری کالج مهندسی توکیو. منم خوشحال میشم که شهریش رو بدم. یاد گرفتن تکنیک و ساختن چیزای واقعی کار خوبیه. خدمت به جامعه است. حسابی درس بخون و هر قدر دوست داری ایستگاه بساز. به نظر می رسید پدرش خوشحال است که اسمی که برایش انتخاب کرده بود اینقدر با مصما عذاب درآمده. شاید این اولین و آخرین بار بود که سکرو پدرش را خوشحال کرده بود. بی تردید تنها باری که دیده بود پدرش اینقدر آشکارا خوشحال است. ساعت نه شب درست سر ساعت قطار ماتسوموتو از سکو راه افتاد. سوکورو نشسته روی نیمکت قطار را تماشا کرد که سرعت گرفت و چراغهایش روی ریل کم سودتر شد و سرانجام در سیاهی شب تابستانی گم شد. وقتی آخرین واگن هم به کلی از دید بیرون رفت ناگهان همه چیز پیرامونش خلوت شد. حالا حتی انگار چراغ های شهر هم اندکی کم سو شده بودند. مثل وقتی که تئاتری به پایان می رسد و پس از صحنه آخر همه چراغ ها خاموش می شود. از روی نیمکت بلند شد و آهسته راه افتاد و از پله ها پایین رفت. از ایستگاه شینجوکو درآمد. به رستورانی در آن نزدیکی رفت پشت پیشخان نشست و کوفته گوشت و سالاد سیب زمینی سفارش داد از هیچ کدام بیشتر از نصف نخورد نه اینکه غذا بد باشد این رستوران به کوفته های خوشمزدهش معروف بود فقط اشتها نداشت مثل همیشه هم فقط نصف آبجویش را خورد با قطار به خانه رفت و دوش گرفت و سر فرصت خودش را شست. بعد حوله حمام زیتونی رنگش را پوشید. روی صندلی توی بالکن نشست و همچنان که به صدای قوقای خفه شهر گوش میکرد، گذاشت نسیم شبانه به صورتش بخورد ساعت حدود یازده شب بود ولی خسته نبود یاد روزهای کالج افتاد که فقط به مرگ فکر کرده بود و بس. حالا دیگر میشد شانزده سال پیش. آن موقع به این نتیجه رسیده بود که اگر فقط و فقط روی آنچه درونش میگذرد تمرکز کند قلبش بالاخره خود به خود می ایستد. مطمئن شده بود اگر احساساتش را یک جا به شدت متمرکز کند مثل عدسی که زیر نور بالای کاغذ میگیری تا آتشش میزند قلب او هم ضربه مرگ مرگبار خواهد خورد بزرگترین امیدش همین بود ولی ماها گذشته بود و بر خلاف انتظارش قلبش نایستاده بود قلب ظاهرا به این سادگی ها نمی ایستد از دوردست صدای هلیکوپتر شنید مثل این بود که هلیکوپتر نزدیک تر می شود سرش را بالا برد و به آسمان نگاه کرد و دنبالش گشت انگار پیاماوری خبری حیاتی در راه داشت. ولی هلیکوپتری ندید و صدای بالها در سمت غرب کم و کمتر شد تا به کلی از بین رفت و فقط هوم مبهم آهسته ای از شب شهر به جا گذاشت. ناگهان فکری به سرش افتاد. شاید شیرو میخواسته جمعشان از هم بپاشد نشسته روی صندلی در بالکن این فرضیه آهسته آهسته در سر سکرو شکل گرفت جمعشان در دبیرستان صمیمی و گرم بود همدیگر را همانطور که بودند پذیرفته بودند درک می کردند و تک تکشان در رابطه هاشان در جمع کوچکشان رضایت و شادی عمیقی داشتند. ولی چنین موهبتی نمی شد تا ابد دوام بیاورد. بهشت سرانجام زمانی گم می شد. با سرعتهای متفاوتی به بلوغ و پختگی می رسیدند و راه های متفاوتی را در زندگی پیش می گرفتند. هرچه بیشتر میگذشت حس اجتناب ناپذیری از معذب بودن و پریشانی بینشان پخش میشد ترکیز ظریف بیشک تبدیل میشد به چیزی که دیگر ظریف هم نبود شاید اعصاب شیرو توان تحمل چیزی را که قاعدتا دیر یا زود فرا می رسید نداشته بود تا به ضربه روحی از هم پاشیدن اجتناب ناپذیر جمع این دوستان در هم تنیده سمیمی را ممکن بود شیرو حس کرده باشد که باید پیوندهای عاطفی جمع را خودش از هم پاره کند وگرنه به شکلی مرگ بار گرفتار و درگیر فروپاشیدن این جمع می شود مثل آدم درماندهی که گرداب کشتی در حال غرق او را در خود فرو بکشد. سکرو تا حدی این حس را درک می کرد. یعنی حالا می توانست درک کند. تنش های ناشی از احساسات سرکوب شده غریزی حالا اهمیتش از چیزی که سکرو خیال می کرد بیشتر شد. خوابهای واضح خاصی که بعدها دیده بود شاید امتداد همان تنش ها بود. و آن تنش لابد روی آن چهارتای دیگر هم اثر گذاشته بود دقیقا چه اثری اصلا نمیدانست. شیرو خواسته بود از آن وضعیت فرار کند شاید دیگر نتوانسته بود چنین رابطه ای را تحمل کند. رابطه سمیمانه ای که لحظه به لحظه نیاز به رسیدگی عاطفی داشت. بیشک شیرو حساس ترین آدم این جمع بود. پس لابد بیش از بقیه بوی این اختلاف به دماغش خورده بود. ولی دست کم خودش به تنهایی عاجز بود از اینکه از آن حلقه بگریزد و بیرون بزند در توانش نبود برای همین سکرو را خائن جا زده بود سکرو اولین عضوی شده بود که باید از این حلقه بیرون میافتاد ضعیفترین حلقه رابطه این به عبارت دیگر حقش بود تنبیه شود. برای همین وقتی کسی به شیرو تعرض کرد اینکه کی این کار را کرد و پشت این تعرض و حاملگی پس از آن چه گذشته بود رازهایی ابدی باقی می ماند. اما وقتی کسی به شیرو تعرض کرد در میانه این سردرگمی دیوان وار تکان دهنده شیرو ضعیف ترین حلقه را پاره کرده بود مثل کشیدن ناگهانی ترمز خطر قطار اگر از این زاویه نگاه می کرد خیلی چیزها با هم جفت و جور می شد. شیرو بر اساس حسش عمل کرده بود. و سکرو را به عنوان سنگ زیر پا انتخاب کرده بود راهی برای اینکه از پشت دیواره جمعشان دستش به بیرون برسد شیرو قاعدتا حس کرده بود سکرو حتی با افتادن در چنان هچل ناگوار و ناجوری هم میتواند جان سالم به در ببرد اری هم درست به همین نتیجه رسیده بود. سکر تازاکی که باحال و تودار است و همیشه همه کارها را سر فرصت می کند. سکرو از صندلیاش در بالکن بلند شد و تو رفت. یک بطری کاتی سارک از قفسه درآورد. کمی در لیوان ریخت و برد توی بالکن. دوباره نشست و مدتی انگشت دستش را به شقیق فشار داد. با خود فکر کرد نه من نه با حالم نه تو دار. همیشه هم کارها را سر فرصت نمی کنم. فقط بحث تعادل است. فقط بلدم از سر عادت سنگینی باری را که دنبالم می کشم از یک طرف ترازو به آن طرف بیاندازم. شاید بقیه این را با حال ببینند. ولی کار ساده نیست. وقت گیرتر از چیزی است که به نظر می رسد و تازه حتی اگر تعادل درست را هم پیدا کنم سنگینی بار، سرجم، یک سر مو هم کمتر نمی شود. با این همه توانست شیرو یا یوزو را ببخشد شیرو زخمی کاری درون خودش داشت و فقط مستأصل و نومید خواسته بود از خودش محافظت کند آدمی ضعیف بود کسی بود فاقد پوست کلفتی که با آن بتواند خودش را حفظ کند وقتی خطر فرا رسید تنها کاری که از دستش برآمده بود این بود که پناهگاهی امن پیدا کند و دیگر به این راه و آن راه فکر نکرده بود کی می توانست سرزنشش کند ولی سرآخر هر قطر هم دوان دوان دور شده بود نتوانسته بود جان به در ببرد چون شبه سیاه خشونت بیرحمانه تعقیبش کرده بود. و این همان چیزی بود که اری اسمش را گذاشته بود روح خبیس در شبی آرام و سرد و بارانی در ماه مه این شبه در خانهاش را زده بود گردن باریک و دوست داشتنیش را فشرده بود و خفش کرده بود. در مکان و زمانی که به احتمال خیلی زیاد از پیش معلوم شده بود. سکرو برگشت تو گوشی را برداشت و بی اینکه زیاد به کاری که میخواست بکند فکر کند دگمه شماره گیر سریع تلفن سارا را فشار داد. تلفن سه بار زنگ خورد. فکری کرد و قطع کرد. دیگر دیر شده بود و سکرو فردا سارا را میدید. او را میدید و رو در رو با او حرف میزد. پیش از دیدن سارا نباید میان میزد. این را میدانست. ولی میخواست صدای سارا را بشنود. همین حالا. چنان از این حس پر شده بود که سرکوبش دشوار بود. صفحه اجرای لازار برمان از سالهای زیارت را در گرامافون گذاشت و سوزن را پایین آورد. خودش را به موسیقی سپرد. منظره لب دریاچه در هامین لینا به یادش آمد. پرده سفید تور که در نسیم تکان می‌خورد. صدای قایق کوچکی که موجها تکانش می‌دادند و به اسکله می‌زدند. پرنده‌های جنگل که با حوصله به جوجه های کوچکشان خواندن میآموختند. بوی لیمویی شامپوی اری روی موهایش. وزن چگال نیروی حیات و اراده برای بقا درون نرمی سرشار سینه هایش. سگ که هیجان زده دم تکان میداد وقتی که داشت پشت رنو بالا می پرید. همچنان که خاطرات این تصویرها را دنبال می کرد درد سینهش برگشت. مشروب خورد و از عطر و بویش لذت برد. معدش اندکی گرم تر شد. از تابستان سال دومش در کالج تا زمستانی که در پیش آمد آن روزها که فقط و فقط فکر مردن در سرش بود هر شب یک تهلیوان ویسکی مثل این خورده بود. بدون آن خوابش نمی تلفن یک بار زنگ زد. از روی کاناپه بلند شد. سوزن را آهسته از روی صفحه بلند کرد و رفت پای تلفنی استاد. حتما سارا بود. این ساعت شب هیچ کس دیگری به او زنگ نمی زد. سارا میدانست او بوده که زنگ زده و حالا داشت زنگ می زد. تلفن زنگ می خورد و سکر و تردید داشت. تردید داشت که جواب بدهد یا نه. محکم لبش را گزید. نفسش را حبس کرد و به شدت به تلفن خیره شد. مثل آدمی که از دور زور بزند معادله پیچیده را روی تخته بخواند و حل کند ولی هیچ راهی به ذهنش نمی رسید زنگ تلفن خوابید و در پیش سکوت شد سکوتی عمیق و پرمعنی برای پر کردن سکوت سکرو دوباره سوزن را روی صفحه پایین برد برگشت روی کاناپه نشست و به موسیقی گوش سپرد این بار همه زورش را زد که به هیچ چیز فکر نکند با چشمهای بسته و ذهن خالی فقط روی موسیقی تمرکز کرد سرانجام انگار که ملودی اقوایش کند تصویرها یکی پس از دیگری پشت پلکهایش برق زدند و گم شدند مجموعه ای تصویر بیشکل و بدون معنایی محسوس یک به یک از لبه های تاریک خداگاهش بلند می شدند. بی صدا وارد قلم رو مرعی می شدند. به آن سوی لبه کشیده میشدند و بعد ناپدید می شدند. مثل پرهیب رازگونه موجودات ریزی که در زمینه گرد چشمی میکروسکوپ از این طرف به آن طرف شنا می کنند. یک رو بعد تلفن باز زنگ زد و او باز جواب نداد این بار همانجا که نشسته بود ماند گوشش به موسیقی بود و چشمش به تلفن سیاه رنگ نشمرد تلفن چند بار زنگ خورد بالاخره زنگ ها قطع شد و باز تنها چیزی که میشنید موسیقی بود فکر کرد سارا می خواهم صدایت را بشنوم بیشتر از هر چیز دیگری می خواهم صدایت را بشنوم ولی الان نمی توانم حرف بزنم روی کاناپه دراز کشید. چشمها را بست و فکر کرد فردا سارا ممکن است آن یکی را انتخاب کند نه من را کاملا امکان دارد و ممکن است انتخابش درست هم باشد آن یکی چه جور آدمی بود با هم چه جور رابطه ای داشتند چند وقت بود همدیگر را میدیدند سکرو هیچ راهی نداشت که جواب اینها را بداند و نمیخواست هم که بداند. در این لحظه فقط یک چیز را میدانست و آن این بود چیز کمی داشت که به سارا بدهد حجمش محدود محتوایش ناچیز آیا واقعا کسی ممکن بود خواهان چیزی باشد به این کمی که او در درونش داشت. سارا گفت که از او خوشش می آید. هیچ دلیلی نبود که سکرو در این بار شک کند. ولی در دنیا چیزهای بیشماری بود که خوش آمدن برایشان کافی نبود. زندگی طولانی است گاهی بیرحم است گاهی قربانی لازم است کسی باید این نقش را به عهده بگیرد و بدن انسانی ترد و شکننده است به سادگی صدمه میبیند چاقو بزنی خونش در میآید فکر کرد اگر سارا فردا منو نخواد شاید واقعا بمیرم یا در واقعیت بمیرم یا مجازی این دو با هم زیاد فرقی ندارن ولی این بار قطعا آخرین نفس هام خواهد بود سکرای بیرنگ تهرنگ آخرش را هم از دست می دهد و بی صدا از این دنیا بیرون می رود. همه چیز خلع می شود و فقط مشتی خاک سفت یخزده می ماند. مهم نیست. همین اتفاق تا حالا چند بار دیگر هم داشته می افتاده. و قریب نیست اگر این بار واقعا بیفتد. پدیده فیزیکی است نه چیزی بیشتر. فنر ساعت کوکی مدام باز می شود و گشتاورش به صفر نزدیک و نزدیک تر می شود تا آخرش چرخ دنده ها به کلی می ایستند و اقربه ها روی نقطه ای ثابت می مانند. سکوت می شود. مگر همش همین نیست. پیش از اینکه روز دیگری در تقویم ورق بخورد به رخت خواب رفت و چراغ پاتختی را خاموش کرد. فکر کرد خواب سارا را دیدن چقدر خوب است. از آن خوابها چقدر خوب می شود. با این حال کاش خوابی چندان غمانگیز نباشد. خوابی که در آن بتواند سارا را حس کند تا نور علا نور شود. نمی توانست به زبان بیاورد که چقدر می خواهدش. چه شگفتانگیز بود این که بشود واقعا کسی را اینجوری خواست این حس و حال خیلی واقعی بود خیلی مقاومت نپذیر. مدتهای درازی میشد چنین احساسی نداشته بود شاید اصلا هیچ وقت نداشته بود نه اینکه همه چیز این حس و حال عالی باشد. سینش درد داشت. به سختی نفس میکشی و وحشتی تردیدی سیاه در جانش افتاده بود. ولی حالا همین درد هم پاره مهمی از مهر و عاطفه شده بود که در دل داشت. نمیخواست به این حال از چنگش در برود. اگر میرفت ممکن بود دیگر باز به این گرما بر نخورد. اگر ناچار میشد از دستش بدهد ترجیح میداد خودش را از دست بدهد سکرو نباید ولش کنی مهم نیست چطوری باور دارم که میگم اگه الان بذاری بره ممکنه دیگه هیچ کسی رو تو زندگیت پیدا نکنی. اری راست میگفت. هر اتفاقی میافتاد باید سارا را مال خود میکرد. ولی این تصمیمی نبود که بتواند یک طرفه بگیرد. تصمیمی دو طرفه بود بین یک قلب و قلبی دیگر چیزی باید داده میشد و چیزی پذیرفته همه چیز به فردا بستگی دارد فکر کرد اگر سارا مرا انتخاب کند در جا از او خواستگاری میکنم دار و ندارم را به او میدهم تک تک چیزهایم را پیش از اینکه در جنگل تاریک گم شوم پیش از اینکه گرفتار دیو و پری ها بشوم همه چیز در گذر زمان دود نشده این همان چیزی بود که سوکورو لب دریاچه در فندلاند وقت خداحافظی باید به اری می گفت ولی در آن لحظه زبانش بند آمده بود ما آن روزها واقعا به چیزی باور داشتیم میدانستیم آدمش هستیم که با همه وجودمان به چیزی باور داشته باشیم این جور امید هم هیچ وقت به سادگی از بین نمیرفت سکرو خودش را آرام کرد. چشمها را بست و خوابش برد. چراغ عقب خداگاهش مثل چراغ آخرین قطار تند روی شب اندک اندک در دور دست ها کم نور شد. به تدریج سرعت گرفت کوچک و کوچکتر شد تا سرانجام به عمق شب کشیده شد و از دید بیرون رفت حالا تنها چیزی که باقی مانده بود صدای باد بود که به نرمی لابلای درخت های قان سفید می پیچید پایان کتاب